سلام، وقتتون بخیر. مجید مجیدی هستم و با قسمت سوم دوره 14/1 قانون فروش بیشتر در 14/1 در خدمت شما هستم. قانون سوم قانون سهامداریه. نگرش مدیر عامل داشتن به کار. در واقع اساره قانون سوم این هستش که اگر شما در مقام یک فروشنده، در مقام یک کارشناس فروش، نگاهتون به شرکت نگاه یک کارمند حقوق بگیری که فقط منتظر ساعتشو بزنه بیاد، ساعت بزنه بره نباشد و خودتون رو مسئول بدونید در این شرکت در قبال مشتریان، خودتون رو مسئول بدونید در قبال نتایجی که این شرکت کسب میکنه، خودتون رو متعهد بدونید به رشد این شرکت، شما نگرش یک مدیر عامل واقعی رو دارید. و در واقع قانون سوم رو شاید بشه بهش حتی گفت قانون نگرش مدیر عامل داشتن. اما خب آقای تاد دانکن خیلی جالب تر اشاره کردن، بهش میگن قانون سهامدار. آیا خودت یک سهامدار در این شرکت میدونی یا خودت رو صرفا یک کارمند ساده میدونی؟ یکم درباره قانون با هم صحبت بکنیم. همونطور که گفتم در واقع بیس این قانون میگه که یکم باید از خودمون سوال کنیم، آیا ما صرفا خودمون رو یک کارمند فروش ساده میدونیم با یک حقوق مشخص و یک تلاشی برای پورسانت، یا نه خودمون رو مسئول رشد شخصی و رشد شرکت میدونیم؟ آیا زمانی که درآمدی به دست میاریم، پورسانتا و حقوق ثابتمون رو میگیریم، خرجایی که انجام میدیم توش فکر میکنیم که من این خرجایی که میکنم چقدر برای رشد خودمه یا نه؟ خیلی وقتا من اینو دیدم، به خصوص فروشنده های جوان، وقتی که اوایل کارن، پورسانتای خوبی میگیرن، پولای خوبی در میارن، اصلا رشد خودشون سرمایه گذاری نمیکنن. وقتی بهشون میگن خب ببین برو بر خودت مثلا یه مربی فروش پیدا کن، برو دوره بگذرون، برو کتاب بخون، میگه حالا که چی، انقدر دارم براشون کار میکنم، مگه چقدر پول دادن که انقدر خرج کنم برای خودم؟ در واقع حس میکنه همه اون خرج و سرمایه رو باید شرکت برای اونها انجام بده و خودشون مشتاقانه و فعالانه برای رشد خودشون کار نمیکنن. اما در نقطه مقابل کسی که نگرش مدیر عامل داره و خودش رو مسئول رشد شرکت میدونه، برای رشد خودش خرج میکنه. نکته کلیدی دیگه یک سوال قشنگ بود که آقای تاد دانکن پرسیدن و اون همینه که آیا مدام به ساعت نگاه میکنی که کی موقع خروج فرا میرسه، یا گاهی انقدر درگیر کاری و داری لذت میبری که اصلا نمیفهمی چطور ساعت گذشت؟ این تفاوت نگرش یک کارمند با یک مدیر عامله. نکته کلیدی بعدی این هستش که کارمندان اصولا فقط به کارایی نگاه میکنند. یعنی میگه من از صبح ساعت 8 اومدم، صبح ساعت 9 اومدم، 4 و 5 بعد از ظهر دارم میرم، دارم کار میکنم صبح تا شب دیگه. در واقع فقط به کارایی نگاه میکنه. اما مدیر عامل وظیفش اینه که به اثر بخشی فکر کنه، به نتیجه فکر کنه. دوستان با هم تعارف نداریم، داریم در اقتصاد ایران صحبت میکنیم. همتون شاهد بودید که در دوران کرونا و به خصوص همزمان مشکلات اقتصادی کشور چقدر افراد تعدیل شدن. اما یه لحظه خودمون بذارم جای مدیر عامل. من مدیر عامل مجبورم یک تعداد نیرو رو تعدیل کنم. کیو نگه میدارم و کیو تعدیل میکنم؟ قطعا اون نیروهایی که نگاهشون صرفا یک نگاه کارمندیه و حس میکنن منت سر شرکت گذاشتن که دارن کار میکنن و مدام مراقبن که یک یه دقیقه هم زودتر از ساعت کارشون نگذره، میگم اینا بذار بره، اینا خیلی به درد نمیخورن. اما اون نیرویی که میبینم دلسوز، متعهد، دغدغه رشد خودش رو داره و دغدغه رشد شرکت رو هم داره، نسبت به مشتری ها صبر نمیکنه که من بگم فلان کار رو بکن، خودش مسئولانه پیگیره، میگم این حیف از دستش بدم، اینو باید نگهش دارم. آقای ست گادین یه کتاب داره به نام لینچ پین یا مهره حیاتی، دوست داشتید بخونید این کتاب، کتاب قشنگیه و اونجا خیلی خوب اشاره میکنه که زمانی که ما بتونیم در شرکت تبدیل به یک عنصر غیر قابل جایگزینی بشیم، نه فقط در شرکت، اصلا در یک اکوسیستم، انقدر ما حرفه‌ای و قوی و مسئولانه کار کردیم که میگن ببین هیچ کیو نمیشه جای این بیاریم، اینو از دست بدیم کیو جاش بیاریم، اون موقع است که ما مهره حیاتی شدیم. پس تفکر یک کارمند اینه که فقط بر مبنای ساعت کاریم کار میکنم. اما تفکر یک مدیر عامل اینه که آیا اصلا من در این ساعت کاری کافی یا باید خودم بیشتر وایسم که کار کنم. نکته بعدی
که سوالی که باید از خودمون بپرسیم اینه که در مقام یک فروشنده آیا رضایت مشتری از اون خریدش هم برای ما مهمه؟ آیا اینکه پس از خرید اون نتایجی که میخواد رو کسب بکنه برای ما مهمه؟ یا نه من فقط خوشحالم که فروختم و جنس رفت و پورسانتم رو گرفتم؟ در واقع نگرش مدیر عامل داشتن صحبتش پیرامون این هستش که ما باید مسئولیت رشد خودمون و شرکتمون رو بپذیریم. باید متعهد به رشد شخصی و رشد کسب و کارمون باشیم، نه اینکه صرفا نگاهمون یک کارمند حقوق بگیر باشه. از دید مقایسه خدمتون گفتم، فکر میکنم تقریبا براتون باز شد. خود آقای تاد دانکن در کتاب خیلی خوبی مقایسه ها رو باز میکنن، تفاوت بین نگرش کارمند و نگرش مدیر عامل. اما من میخوام به چند تا موضوع جالب بهتون اشاره کنم بچه ها، چیزایی که در فروش خیلی کلیدی ترن. خیلی ها میان وقتی دو جلسات مشاوره با ما صحبت میکنن غر میزنن از شرکت، از محصول، از رفتار مدیر عامل. اما آقای تاد دانکن خیلی جالب اشاره میکنه، میگه نحوه کار کردن شما مهمتر از نوع شرکتی که در اون کار میکنید. و من اینو خیلی دیدم، خیلی دیدم. در یک شرکت میرم 5 تا فروشنده، 10 تا فروشنده، 20 تا فروشنده، بقیه غر میزنن، بعد میبینم یکی که داره خیلی خوب میفروشه. مدیر فروش میگه ببین از بقیه تارگتش همیشه جلوتره. میگم خب چرا میفروشه؟ میگه خوب گوش میده، خوب دقت میکنه، پیگیره، سوالاشو از من میپرسه، مطالعه میکنه. یعنی نحوه فروش اون آدم و نحوه کار کردن اون آدم خیلی کلیدی تر از این هستش که در کدام شرکت داره کار میکنه و کدام محصول رو میفروشه. به خصوص امروز که همتون دیدید دیگه، محصولا خیلی به هم شبیهن، رقیبا خیلی زیاد شدن. اون محصولی که من دارم 10 نفر دیگه هم دارن. پس اون جوری که من میفروشم، من رابطه خلق میکنم، من ارائه میکنم، من پیگیری میکنم و اینکه من چقدر متعهدانه در شرکت هستم خیلی کلیدتر از اینه که من چه محصولاتی دارم میفروشم و در کدام شرکت هستم. مشتریان، فروشنده های حرفه‌ای از کسانی که تو شرکت ها به مهره حیاتی تبدیل میشن، میدونن که خلق مشتری وفادار کلیدی تر از خلق مشتری جدیده. نگرش مدیر عامل واقعی اینطوریه بچه ها. اینو همه تون هم میدونید که متاسفانه خیلی از شرکت هایی که تجربه کار کردن داشتید یا دارید، خود شرکت همچین کسب و کار حرفه‌ای نیست واقعیت. خیلی وقتا دانشجوهای من پیام میدن میپرسن که آره مدیر عامل اینجوری گفت، فلان کرد، بیسار کرد. میگم عزیزم یه سوال، آیا در این شرکت تو فرصت رشد داری؟ میگه نه. میگم آیا خودت اهل رشد هستی؟ میگه آره، من کلاس میرم، کتاب میخونم، دوره فروش شما رو اومدم. میگم آفرین. آیا به نظرت تو شرکت دیگه بری موفقی؟ میگه آره. میگم آیا شرکت دیگه هست که شرایط بهتری برای رشد تو و رشد خود شرکت ایجاد کنه؟ میگم آره. میگم پس تو درخت نیستی، جرأت کن و جابجا شو. تو نمیتونی بیای همش غر بزنی که چرا شرکت من بده، چرا شرکت من اینجوریه، چه وضعی من اینجا دارم. ما درخت نیستیم. اگر واقعا در یک مجموعی هستید که میبینید محصولات ضعیفی دارن، فرصت رشد ایجاد نمیکنن، رابطه خوبی مدیر عامل و مجموعهش نداره، ارزش و قدر شما رو نمیدونن، افرادی که پرتلاشتر هستن رو من دارن رشد میکنن رو بهشون ارزشی نمیدن، خب درخت که نیستیم، جا به جا بشیم. اونجا محیط رشد ما نیست. و قطعا اینو من میدونم که کسب و کارهای زیادی هستن که این مسئله رو دارن و شما به عنوان کسانی که در حوزه فروش هستید حواستون رو جمع کنید. عمر شما و انرژی شما محدوده، باید در جایی باشید که فرصت رشد پیدا میکنید. و در نهایت بچه ها اینو بدونید، در نگرش یک مدیر عامل واقعی کسب اعتماد و رضایت مشتری جلوتر از صرفاً ایجاد سود مالیه. یک مدیر عامل واقعی میدونه اگر نگاه من فقط یک بار فروختن، یا خیلی ببخشید اینجوری میگم یک بار انداختن جنس به مشتری باشه، این مشتری دیگه در بلند مدت سراغ من نمیاد، فرار میکنه. اینو من هم میدونم بچه ها که خیلی کسب و کارها هستن، به خصوص اونایی که دولتی هن، خصولتی هن، که اصلا خیلی نگاه نمیکنن به نوع ارتباط و اینها و فقط به قیمت نگاه میکنن و فاکتور قیمت. اما منم با خیلی از این شرکت و دولتی کار کردم دوستان. همونجا هم اگر شما به خوبی رابطه بسازید، به خوبی اعتماد ایجاد بکنید، به خوبی اون مدیر خرید، مسئول خرید، مدیر تامین، هر کسی که هست احساس احترام از طرف شما دریافت کنه، وفادار میشه به شما. تجربه خیلی ساده بهتون میگم.
یکی از شرکت هایی که بودیم، در پایان سال یک هدیه خیلی ناقابلی واقعا در نظر گرفتیم نسبت به اون فاکتورهایی که شاید اونها از ما خرید میکردند و براشون ارسال کردیم. بچه های فروشنده تماس گرفتن، تشکر کردن از اونها بابت همکاری یک سالشون، آدرس گرفتن، پیگیری کردن که این هدیه ها رسیده یا نه. ارزش مادی اون هدیه دوستان خیلی بالا نبود، شاید حدود 200,000 تومان بود، اما اونها همه احساس احترام کردند و این چیزیه که شما باید حواستون باشه. یعنی وقتی که اون مشتری از شما احساس احترام بکنه وفادار میشه، و اگر شما به عنوان یک فروشنده نگرش مدیر عامل دارید، باید دنبال جلب اعتماد و وفادارسازی مشتری باشید. پس کلیدی ترین نکته قانون سوم این هستش که خودتون رو مدیر عامل شرکت بدونید، خودتون رو مسئول بدونید. و حواسمون باشه اینطور هم نیست بچه ها، حالا این صحبتی که من میکنم، شما قاعد تمام زندگیتون رو قربانی بکنید، از ساعات خواب و بیداری و خانواده و همه چیز بزنید که بتونید به مشتری ها خدمت کنید. اشتباهی که خیلی از مدیر عامل ها میکنن، مدیر عامل هایی که ما بهشون میگیم ورکوهولیک یا معتاده به کار، زندگیشون رو ول کردن، بچه هاشون رو نمیبینن، خانوادهشون رو نمیبینن و همه از دستشون ناراضی هم، میگه من فقط باید کار کنم صبح تا شب. این غلطه دوستان، این غلطه. من به این دیدگاه رو ندارم که همونقدر که باید به زندگیمون وقت میذاریم همونقدر برای کارمون وقت بذاریم، همونقدر برای دوستانمون وقت بذاریم. نه، این حرف درستی نیست. قطعا یک زمانی یک سری چیزها برام اولویت داره، قطعا وقتی من در سن جوانی هستم انرژی بیشتری دارم، برای کارم بیشتر وقت میذارم که بتونم یه باغ آبادی برای خودم بسازم که بعدم میوه برداشت کنم. اما چون ما اینجا به عنوان فروشنده باید نگرش مدیر عامل داشته باشیم، حواستون باشه یه مدیر عامل نمیذاره بخش های دیگر زندگیش نابود بشه، دوستانش، خانوادهش، سلامتیش، معنویاتش، تفریحاتش، برای اونها هم وقت میذاره، اما در یک برهه های اولویت اونها رو کم میکنه. و این نکته که شما باید خیلی بهش توجه داشته باشید. آقای تاد دانکن در قسمت پایانی قانون سوم 10 اقدام جالب رو میگن، که این 10 اقدام رو من واقعا دوست داشتم، و میگن اگر شما میخواید رو خودتون به عنوان یک فروشنده با نگرش مدیر عامل سرمایه گذاری بکنید، این 10 اقدام به شما بسیار کمک میکنه. اقدام اول، حتما زمانی رو به خانواده و دوستانتون اختصاص بدید. و جمله قشنگی دارن، میگه اگر نتونید موفقیتتون رو با عزیزانتون به اشتراک بذارید، اون موفقیت چه ارزشی داره؟ و واقعا جمله قشنگی رو میگن. خیلی وقتا ما احساس میکنیم که خیلی تلاش کردیم اما حس خوبه نیست، چون اون موفقیت ما باعث شادی اطرافیانمون، حلقه دوستانمون نشده. مراقب باشید که به این مرحله نرسید که در کسب و کارتون فقط بذر بپاشید با این امید که کسب و کار فقط رشد بکنه. اون وقت بعد از مدتی شما یک فروشنده پولدار با خانواده ای فقیر هستید. این جمله خیلی جمله دوست داشتنی بود. آقای تاد دانکن میگه زمانی که ما همه تلاشمون رو کردیم که در کار فقط موفق بشیم، میبینیم دوستانمون از دست دادیم، خانوادهمون از دست دادیم، و این غلطه. شما باید در کسب و کارتون جوری بذر بپاچید که هم خانواده شما و هم کسب و کار شما هر دو منتفع بشن. پس قانون اول، یا اقدام اول از 10 اقدام مهم برای سرمایه‌گذاری رو خودمون به عنوان یک فرد با نگرش مدیر عامل این هستش که زمانی رو حتما برای خانواده و دوستانمون اختصاص بدیم. اقدام دوم، حتما برنامه بلند مدتی برای رشد شخصیمون داشته باشیم. در قانون دوم هم بچه ها تأکید کردم بحث سطح شیبدار رو بهش فکر بکنید. زندگی یک سطح شیبداره، اگر بالا نرید دارید پایین میایید. نمیخوام درگیر ورکوهولیک شدن بشید که پس باید هر روز کار کنم. نه، دارم میگم رشد کنید، نمیگم کار کنید. اما باید شما یک برنامه بلند مدت برای رشد شخصیتون داشته باشید. حضور در کلاس ها، سمینار ها، استفاده از جلسات مشاوره. امروز دیگه نمیتونید دوستان بهانه بیارید که من فرصت یادگیری نداشتم، منبع یادگیری نداشتم. آپارات به عنوان یک بستر اشتراک ویدیویی ایرانی پر از محتواهای آموزشی ویدیوییه. سایت هایی مثل فرانش، مثل فرادرس، یوتیوب، اگر
دسترسی داشته باشید و اگر انگلیسی بدونید که دیگه اصلا به یک دانشگاه بی انتها وصل میشید در یوتیوب. دوره های آموزشی آنلاین که مدارس کسب و کار داخلی برگزار میکنه، مدارس کسب و کار خارجی و بسیاری پکیج های آموزشی که شما میتونید به راحتی دسترسی داشته باشید. بچه‌ها یادتون باشه بخشی از درآمد شما قرار سرمایه گذاری بشه رو خودتون که رشد بکنید. پس نترسید از اینکه برای رشد خودتون هزینه بکنید. این هزینه نیست، این سرمایه است برای اون رشد بلند مدتتون. اقدام سومی که آقای تاد دانکن اشاره میکنه و به نظرم خداشو تو ایران هم داره جا میفته این هستش که حتما از یک مربی فروش کمک بگیرید. البته این اقدام سوم رو در ایران شاید یکم باید محتاطانه بهش فکر کنیم، چون انقدر ما مربیان فروش قوی نداریم در کشور. امیدوارم که کم کم بحث کوچ فروش و کوچ فروش های واقعی یا مربیان فروش واقعی رو شاهد باشیم، یعنی افرادی که هم دانش فروش دارن، هم تجربه فروش دارن و هم به مهارت کوچینگ مسلطن، بتونن کنار ماها قرار بگیرن و ما از اونها به عنوان مربیان فروش استفاده بکنیم. اما همین الان هم اگر جستجو داشته باشید در فضای مجازی میتونید افرادی رو پیدا بکنید که به عنوان مشاور یا مربی فروش کنار شما باشن، یا اگر پیدا نکردید مدیران فروشی که در شرکت شما هست یا در شرکت‌های دیگر هستن میتونن در کنار شما به عنوان یک مربی حضور پیدا کنن. اقدام چهارمی که آقای تاد دانکن اشاره میکنن در راستای داشتن نگرش یک مدیر عامل این هستش که ما باید دستیار قابل اعتماد داشته باشیم. اینو من یه خورده براتون باز کنم بچه، خیلی کلیدیه. ببینید بعد از مدتی وقتی که مشتریان شما زیاد میشن و باید به مشتریان بیشتری ارتباط داشته باشی، جلسه بذارید، پرزنت کنید، دیگه نمیتوانید همه کارها رو خودتون انجام بدید. اگر یک مدیر فروش باشید و این فایل رو دارید گوش میکنید، یک مدیر عامل، میدونید منظورم چیه. بعد از مدت یک سری کارها غیر مهم میشن اما باید انجام بشن. بذارید مثال شخصی بزنم. مثلا من برای پیجم خب دارم تولید محتوا میکنم. خب ضبط محتوا و آماده کردن اون محتوا و تدوین اون محتوا و بارگذاری اون محتوا همه اتفاقاتی است که باید بیفته تا یک پست در اینستاگرام به دست مخاطب برسه. اما اگر بخوام دقیق نگاه بکنم، من فقط اون قسمتی که باید محتوا رو آماده کنم و جلوی دوربین برم رو خودم انجام میدم. ضبطش، تدوینش، کاور زدنش، بارگذاریش، اینها دیگه میتونه سپرده بشه به دستیاران قابل اعتماد. چرا؟ چون شما به عنوان فردی با نگرش مدیر عامل همیشه باید یادتون باشه زمانتون رو باید خرج کارهای مهم و ارزش آفرین در شرکت بکنید، نه کارهای غیر مهم و باید انجام بشه اما ارزشی خلق نمیکنه. به طور مثال بعد از مدتی من 50 تا 100 تا مشتری دارم، خب اینها باید در یک روزی بهشون تولدش تبریک بگم. آیا اینا رو باید خودم دونه دونه زنگ بزنم تبریک بگم؟ قطعا نمیرسم. میتونم یه فایل صوتی ضبط بکنم به صورت اتوماتیک بگم برای همهشون از طریق واتساپ ارسال بشه. پس دقت بکنید اون نکته‌ای که آقای تاد دانکن میگه دستیار قابل اعتماد، بخشیش رو میشه در همون استفاده از اتوماسیون یا اتوماتیک سازی کارها دید. ما برخی کارها رو نمیتونیم همش به حافظه بسپریم دیگه، باید ثبت کنیم تو سیستم از طریق نرم افزار یادآوری بشه. اما اگر بتونیم بعد از مدتی یک دستیار داشته باشیم، مثل ادمین هایی که ما برای پیجمون میگیریم، ادمین هایی که برای سایت هامون استفاده میکنیم، قطعا عمده ای از بار رو از دوش ما برمیداره این دستیار و این خیلی نکته کلیدیه. بحث واسپاری کردن کارها یا دلیگیت کردن کارها یکی از مهارت های کلیدیه یک مدیر عامله که من به فروشنده هایی که سرشلوغن، به خصوص بچه هایی که مثلا در حوزه بیمه کار میکنن، بعد از مدتی یهو میبینی مثلا 1000 تا مشتری داره، اینا حتما باید برن دنبال اینکه دستیاران قابل اعتمادی رو کنار خودشون بیارن. اما اقدام پنجم آقای تاد دانکن در راستای رشد نگرش مدیر عامل خیلی جالبه. میگه آیا تصویر مثبتی از شما در جامعه مخابره میشه؟ اینو من خیلی به فروشنده ها تاکید میکنم. گاهی بچه ها میگن شما سخت میگیری به ما، اما من به عکس پروفایل واتساپشون هم گیر میدم، به عکس پروفایل اینستاگرامشون هم گیر میدم، میگم آیا مشتری این پروفایل رو میبینه؟ میگه آره. میگم آیا ممکنه رو نگرشش تأثیر بذاره؟ میگم آره. میگم پس این عکس مناسب نیست.
بیو تلگرام، بیو واتساپ اگر واتساپ بیزینسی هست چی نوشتی؟ بیو اینستاگرام تو چی نوشتی؟ میگن آخه اینا که دیگه خیلی فرعیه. میگم نه، اینا داره همون ریز ریز تأثیراتی رو میذاره که مخاطب بر اساس اونها شما رو قضاوت میکنه. امروز بچه ما به عنوان یک کارشناس فروش، به عنوان یک فروشنده، حواسمون باید باشه رد پای دیجیتال ما خیلی رد پای کلیدی شده. حتی رد پای دیجیتال ما از رد پای فیزیکیمون جلوتره. چه پستایی در فضا اینستاگرام قرار میدی، چه عکسایی از شما مخابره میشه، چطور شما در واتساپ باشون تعامل میکنید، وقتی با شما صحبت میکنن چطور پاسخ میدید، چقدر تأثیر و تصویر مثبتی از شما داره به سمت مشتریانتون مخابره میشه. برای همین ازتون خواهش میکنم صرفا اینطوری نباشید که الان به مشتری زنگ میزنید، فاکتور میزنه میخره، دیگه ولش میکنیم، کاری باش نداریم، بریم تا دفعه بعدی که حالا احتمالاً یه فاکتور میخواد بزنه. این درست نیست. شما باید مدام از طریق فضای مجازی، حالا واتساپ، تلگرام، اینستاگرام، اگر حالا کار بین‌المللی میکنید یوتیوب، به خصوص بچه‌هایی که با شرکت‌های استارتاپی و فناورانه کار میکنن لینکدین، اینا ابزارهایی که داره تصویر مثبتی از شما مخاطبتون مخابره میکنه و موجب اعتماد سازی اونها میشه. اما قانون ششم که خیلی قانون قوی بود و من واقعا بهش توجه کردم و دوستش داشتم، اقدام ششم، عذر میخوام، ما الان بچه تو قانون سوم آقای تاد دانکن هستیم، این اقدام ششم هست در این قانون. داشتن یک برنامه مالی مشخصه، چیزی که من فکر میکنم نه فقط ما فروشنده ها، اصلا مردم ایران هم توش مشکل داریم. همه ما میدونیم بله تورم هست، مشکلات اقتصادی هست، هر روز هزینه ها داره بالاتر میره. اما دوستان، خیلی از افرادی که برای مشاوره پیش من میان یا پیش دوستانم که مشاورن میرن، فاقد برنامه مالی هن. هزینه های بی خودی دارند، هیچ سرمایه گذاری درستی ندارن. این نکته ساده بهتون بگم، مثلا یکی از تکنیک های ساده در داشتن برنامه مالی شخصی این هستش که شما باید بدهی مثبت ایجاد کنید. یعنی چی؟ من امروز اگر برم یک وامی بگیرم و با اون وام برم ارز یا طلا یا کالای ارزشمند بخرم، در سالهای بعد، در ماههای بعد به خاطر تورم قیمت اون بالا میره، اما قسط اون وام ثابته. پس من اینجا یک پسنداز مثبت، یک سرمایه گذاری مثبت انجام دادم. به خصوص اگر جوان هستید، تازه در کار فروش وارد شدید، مراقب باشید که هیجان پول در آوردن شما رو نگیره و درگیر هزینه های بی دلیل نشید. یادتون باشه دوستان، حفظ ثبات مالی یکی از عامل های کلیدی رضایت شخصیه. میتونید از مشاوران مالی استفاده کنید در این موضوع، از افرادی که در حوزه پرسونال فایننس دارن کار میکنن. خدا را شکر کتاب های بسیار خوبی به فارسی ترجمه شده در حوزه دانش مالی یا در واقع مدیریت مالی شخصی. تو اینترنت سرچ بفرمایید، تو که توی حالا مؤسسات مختلف پیگیری بفرمایید، هست که به شما یاد میدن چطور سرمایه گذاری کنید، چطور مدیریت کنید هزینه هاتون رو و چطور درآمد هاتون رو درست تقسیم کنید. و آقای تاد دانکن انقدر این براش مهم بوده که به عنوان ششمین اقدام کلیدی یک نگرش مدیر عامل داشتن این رو تاکید میکنه. اقدام هفتم که شاید خیلی ساده بهش نگاه کنید، اما میخوام لطفاً دقت کنید، این هستش که یک برنامه سلامتی منظم در زندگیمون داشته باشیم. ما فروشنده ایم، صبح ساعت 9-8 شروع میشه کارمون، پشت صندلی نشستیم، گاهی 7 ساعت 8 ساعت، نهایتاً یه نیم ساعت یه ساعت بلند شدیم، رفتیم ناهاری خوردیم، کلی استرس تحمل کردیم، بعضی مشتری اعصابمون رو خرد کردن، اصلا یه موقعی حواستمون نیست ناهار خوردیم یا نخوردیم، غذا رو هلهلی میخوریم بریم به تماس بعدی برسیم. و بعد از مدتی میبینی فروشنده نه از نظر فیزیکی سلامه، سالمه، میبینی درگیر فشار خونه، درگیر قند خونه، زود انرژیشو از دست میده، خسته میشه، فکرش درگیره، حالش بده. خب معلومه با یک ماشینی که باکش سوراخ، لاستیکش پنچره، بنزین نداره، شما نمیتونید تو جاده حرکت کنید. پس حتما دوستان حواستون باشه به برنامه ورزشیتون، به تغذیه‌تون، به خوابتون، به آرامش ذهنیتون. این کتاب بسیار خوبی هست، استاد ژان بوگوسیان نوشتند این کتابو تحت عنوان شکستن مرزهای عمل کرد،
من خیلی این کتابو دوست داشتم، خوندم، فکر می‌کنم شاید 7 8 سال پیش این کتابو خونده بودم. اونجا ایشون تاکید میکنن که ما منابع انرژی مختلفی داریم، مثل منابع انرژی فیزیکی که خب از تغذیه میاد و از ورزش، منابع انرژی روانی، منابع انرژی احساسی، منابع انرژی معنوی، و ما باید برای هر کدوم از این منابع بچه‌ها وقت بذاریم و تغذیهشون کنیم و شارژشون کنیم، وگرنه این باتری ها وقتی خالی میشن ما نمیتونیم رشد بکنیم. اینه که ازتون خواهش کردم توی اقدام های قبلی حتما باید وقتی رو برای خانواده بذاره، چون یکی از منابع شارژ انرژی روانی ما دوستان و خانواده‌ن. تفریح یکی از منابع شارژ انرژی روانیه، ورزش، حالا نمیخوام اذیتتون کنم میگم باید برید باشگاه، ولو اینکه مثلا چه میدونم یه پیاده روی ساده دارید، خیلی هم سخت نیستا. اگر به طور مثال با ماشین میرید سر کار، ماشین رو یه کیلومتر دو کیلومتر عقبتر پارک کنید و پیاده برید. اگر با اسنپ میرید سر کار، به جای اینکه در شرکت پیاده بشید، یک مثلا دو تا خیابون عقبتر پیاده بشید، پیاده برید. یعنی گاهی اینو بیارید تو لایف استایلتون که خیلی ساده این حرکت داشتن و پیاده روی کردن رو اضافه بکنید. و حالا خیلی از من اتفاقات دیگری که میتونه منابع انرژی شما رو شارژ کنه و توی اون کتاب یعنی شکستن مرزهای عمل کرد، آقای ژان بوسیان خیلی خوب بهش اشاره میکنه. اقدام هشتم که آقای تاد دانکن میگن یک فرد با نگرش مدیر عامل داره، این هستش که برنامه مشخصی برای حفظ و وفادارسازی مشتریانش طراحی میکنه. خب دوستانی که با من تو دوره‌های آموزشی بودن میدونن من روی بحث تکرار خرید مشتری، ارزش طول عمر مشتری خیلی تاکید دارم، تو بحث سفر مشتری موضوع رو خیلی باز میکنم. اما آقای تاد دانکن میگه پیشنهاد من این هستش که روی 4 موضوع تمرکز کنید که منجر بشه به این حفظ مشتریان و وفادار شدنشون. اولا دنبال ابزارهای مارکتینگ خلاقانه باشید. ببینید چطور میتونید یک سری روشهای جدیدی رو برای جذب مشتری، برای ارائه ارزش به مشتری استفاده کنید. من مثال ساده براتون بزنم. مثلا الان فضای مجازی، بحث وبینارها، بحث لایوها، تولید محتوا خب خیلی جدی شده. خب اینو ما به عنوان یک ابزار میتونیم انتخاب بکنیم و به کمک اون ارزش بدیم به مخاطبانمون. اتفاقا من فکر میکنم 2-3 ماه قبل بود که یکی از مجموعه ها از من دعوت کرد برای یک وبینار آنلاین، در واقع یک استریم بود. ما رفتیم استودیو و مخاطبش خیلی بچه جالب بدونید، مخاطب شرکت های ساختمانی و پیمانکار بودن، یعنی همه افراد کاملا تم سنتی، اما اومده بودن ثبت نام کرده بودن و توی وبینار 2 ساعته شرکت کردن، آخرش سوالاشونو پرسیدن. یعنی نشون میده که این ابزار داره جا میفته. و حالا سایر ابزارهایی که در حوزه کارتون میتونید استفاده بفرمایید. دومیش رو آقای تاد دانکن میگه بعد از ابزارهای مارکتینگ خلاقانه روی روشهای پیگیری مبتکرانه تمرکز کنید. بحث فالو آپ یا پیگیری بسیار موضوع کلیدیه. من پیشنهاد میکنم حتما دربارش بچه ها مطالعه کنید. اینکه صرفا من تماس بگیرم با طرف، دفعه بعد دوباره تماس بگیرم بگم خب تصمیمتون رو گرفتید برای خرید، این نه، این اصلا جالب نیست، این پیگیری حرفه‌ای نیست. پیگیری حرفه‌ای یه سری اصول داره که باید روش تمرکز کنید. اولا باید جذاب باشه برای مخاطب، ثانیا ارزش آفرین باشه، سوما صبورانه باشه. حالا امیدوارم یه موقع فرصت بکنم توی پادکستی درباره فالو آپ و پیگیری مبتکرانه یه سری نکات رو خدمتتون بگم. نکته سوم در حفظ مشتریان وفادار که اقدام هشتم آقای تاد دانکن هست، ارائه ارزش به مشتریه. میگه مدیر، نگرش مدیر عامل اینجا اینجوریه که من تا میتونم باید مشتریم ارزش ارائه کنم و ارزشم صرفا این نیستش که کادو براش بفرستم، پیگیر حالش باشم، بهش کمک بکنم رشد بکنه، مسائلش رو پاسخ بدم. همه اینها از جنس ارزش دادن به مشتریه. و در نهایت موضوع چهارم در اون اقدام هشتم رو آقای تاد دانکن میگن حتما نظرسنجی مستمر از مشتریانتون داشته باشید. مدام ببینید آیا از کار شما راضین، آیا تغییری میخواد انجام بدید. پس اقدام هشتم ایجاد و حفظ مشتریان وفادار. اقدام نهم که دیگه دوستانی که با من آشنا باشن میدونن من بارها روش تاکید کردم و خوشحالم که آقای تاد دانکن هم تو کتابشون روی این تاکید میکنن، حتما زمانی رو برای مطالعه اختصاص بدید دوستان.
دیگه هر چی بخوام بگم تکراریه شاید درباره این موضوع، اما یادمون باشه عمر ما محدوده بچه‌ها. ما نمیتونیم همه چیزو خودمون تجربه کنیم. خواندن کتاب و مطالعه کتاب به ما کمک میکنه تجربه زیسته انسانهای دیگری رو با یه قیمت خیلی کم به دست بیاریم. الان همین کتابی که آیت دانکن نوشته، هایت راسلینگ، به فارسی هم ترجمه شده، حاصل تجربیات یک مربی فروش در آمریکاست که تا الان فکر میکنم 30 سال ایشون داره فروش و آموزش و مشاوره و تدریس میکنه. خب ببینی آدم توی یه کتاب چقدر قشنگ منتقل میکنه و خیلی کتاب‌های دیگه تو کشور ما هم که خدا رو شکر که حق نشری وجود نداره. من دقیقا یادم دبی که رفته بودم کتاب آقای آدام گرانت به اسم دوباره فکر کن فکر میکنم 70 درهم بود. درهم اون موقع فکر کنم هولوش 7000 تومان بود، چیزی هولوش 500000 تومان میشد اون کتاب. همون کتاب به فارسی ترجمه شده بود 70000 تومان. یعنی اگر در اون نگاه ببینی اصلا هیچی نیست قیمت کتاب. و اون جمله معروف رو بچه یادتون باشه، کتاب هایی که امروز میخوانید و انسان هایی که امروز ملاقات میکنید آینده شما رو میتونن بسازن. پس این کتاب خواندن رو لطفاً جدی بگیرید. و کتاب های بسیار خوبی هم حداقل من تو پیجم معرفی کردم، خودتون میشناسید، بیارید تو برنامه زندگیتون. نمیخوام اذیتتون کنم بگم حتما هر شب 20 صفحه 30 صفحه کتاب بخونید، نه، اما این کتاب تو کیفتون داشته باشید، کتاب رو میزتون داشته باشید، یه کتاب دفتر کارتون داشته باشید که شانس کتاب خوندنتون رو ببره بالا. شاید اهل کتاب خوندن فیزیکی نیستید، اوکی، پادکست های کتاب های صوتی خیلی امروز گسترده شدن. تو نرم افزار های فیدیبو، تاقچه کتاب راه، نوار، میتونید شما کتاب صوتی رو اونجا بخرید و هر موقع تونستید بذارید تو گوشتون و اون کتاب رو گوش کنید. پس حتما اقدام نهم این هستش که زمانی را به مطالعه اختصاص بدید. و اقدام دهم که اتفاقا اخیراً هم یک پست رو در اینستاگرام گذاشتم و حتما شما هم اون پست رو برید بررسی بکنید در پیج من، این هستش که به عنوان یک کارشناس فروش با نگرش مدیر عامل رو تکنولوژی بچه‌ها سوار باشید. نرم افزارهای مرتبط با کارتون رو بشناسید. الان در حوزه فروش برخی نرم افزارها خیلی به ما کمک میکنن. نرم افزار مدیریت زمان، فروشنده خیلی زمانشون رو از دست میدن. نرم افزارهای ثبت اطلاعات مشتریان مثل CRM ها یا نرم افزارهای مدیریت فروش، نرم افزارهای هبیت میکرها، سوشال نتورک ها یا در واقع شبکه های اجتماعی، استفاده از ابزارهای جلسات آنلاین، استفاده از ابزارهای ریمایندر یا یادآور، استفاده از آموزش های مجازی، اینا همش بچه ها بر بستر تکنولوژیه. و امروز شما نمیتونی به عنوان فروشنده بگی من بلد نیستم با اسکایپ کار کنم، من بلد نیستم تو وبینار شرکت کنم، من نمیدونم چجوری باید با کامپیوتر کار کنم. گاهی موارد بچه ها میان برای مصاحبه میگم چقدر کار کامپیوتر بلدم، استفاده میکنم، میرم با کامپیوتر میگم خب بشین الان یه فایل اکسل باز کن، اطلاعات رو ثبت کن. میبینم اصلا نمیتونه. دونستن اکسل دیگه چیز پیشفرض برای یک فروشنده است، این که بتونه اونجا دیتاهاشو وارد کنه، تیبل بسازه، نمودار بیاره بیرون، اصلا اینا باید یه فروشنده بدونه و تو ایران متاسفانه ما ازش غافلیم. پس این 10 اقدام بود که آقای تاد دانکن به ما پیشنهاد میکنند که برای داشتن نگرش مدیر عامل باید این 10 اقدام رو انجام بدیم. پس جمع‌بندی بکنم، آقای تاد دانکن معتقد هستند در قانون سوم خودشون، قانون سهامدار، فروشنده‌ای موفق میشه و به نتایج مهمی میرسه که نگرش یک مدیر عامل و سهامدار رو داشته باشه. در واقع اون احساس بکنه مسئول شرکت، متعهد به مشتری و فراتر از نگاهی کارمند پیش بره. و یادمون باشه مدیر عاملان حرفه‌ای مدام روی خودشون و روی کسب و کارشون سرمایه‌گذاری میکنن. من میخوام به شما تبریک بگم که در این دوره حضور پیدا کردید، چون شما هم دارید روی خودتون سرمایه گذاری میکنید. خب این هم قسمت سوم از 14 به علاوه 1 قانون برای فروش بیشتر. امیدوارم لذت برده باشید. پیشنهاد میکنم که دوباره حتما مرور کنید. اگر دوستانی دارید که این فایل به دردشون میخوره حتما با اونها به اشتراک بذارید و منتظر باشید تا با قسمت 4 دوباره با هم صحبت کنیم. سپاسگزار، خدا نگهدار.